درود بچه ها روز به خیر این کاری که در واقع پری روز انجام دادم خیلی مورد توجه قرار گرفت خیلی خوشحالم و میخوایم ادامش بدیم به این شکل یک تکس رو ما از یک اخبار بررسی میکنیم با هم دیگه از نظر گرامری و کلماتش تکسی که امروز انتخاب کردم در مورد این هست که یک در واقع مربی رانندگی به قولن شرح حال نوشته که چه کارهاشون چه سختی هایی داره و اینجور چیز حالا تکست رو میخونی متوجه میشیم خب اه... ایگنتلیش ای یه خورده همچین قلم ها رو مرتب کنم اون رنگی که دلمون میخواد قرمز اینجا قرمز تمام شد رو بردارم و بریم بله ایگنتلیش میشه در حقیقت بین Ich هستم من لبنز میده یعنی از زندگی خسته شدم لبن زندگی گفتیم که این اسه تو درس قبلی گفتیم دو تا کلمه رو به هم دیگه می چسبونه میده میشه خسته حالا چرا این الش رو بزرگ ننوشته به خاطر که این صفته لبنز میده من خسته از زندگی هستم ور یعنی چه کسی حالت الان گفتیم نومیناتیوه راستی چند نفر گفته بودم ویدیو اکوزاتیو داتیو بذار چشم ور زونست زونست میشه وگرنه میگه وگرنه چه دیوونه ای حاضر کنار یه نفر بشینه که گواهی نداره ور زونست ایست زو فرکت دیوانه صفت هست اینجا یعنی میگه که کی انقدر دیوانه است اونت و زت این بچه ها یک فعله فعل رفلکسیو هست اگر نمیدونید فعل رفلکسیو چی هست هنوز نرسیدم بهش درسش رو میگذارم میگه چه کسی خودش را می نشاند یعنی هر روز میشینه یدن تاک این انه چرا اینجا اومده میگیم یدن تاک یده ابند یدن ماغم به خاطر چی به خاطر اینکه این در واقع یده این صفته و چون در تاک هست در تاک پس این حالته میشه حالت آکوزاتیو و اینجا میشه یه دن تاک میت همراه با همراه یا همراه با همراه با منشن منش میشه انسان منشن میشه انسان ها اینس آوتو بریم یه کوچولو در مورد آکوزاتیف داتیف حرف بزنیم گفتیم که فعلهای حرکتی یعنی من از نقطه آ حرکت میکنم میرم نقطه ب این بهش میگن آکوزاتیبه اگر من حرکت نکنم و تو همون نقطه آ یه کاری رو انجام داده باشم این میشه داتیف یعنی چی؟ مثلا اینجا یه صندلیه من از نقطه ای آ اینجا حرکت میکنم میخوام برم اونجا بشینم میشه زیتس ایش میش اینس آوتو حالا توی ماشینه یا روی مثلا حالا بگیم اینس بهتره این صندلی ماشین فرض کنید هست اوکی؟ فرض نیم این فرمونه اینس آوتو یعنی من میرم که بشینم توی ماشین پس میگن که ایش میش آوتو یعنی میرم که بشینم توی ماشین حالا یه نفر من نشستم تو ماشینم اینجا من نشستم تو ماشینم یه نفر بهم به زنگ میزنه بهم به میگه کجایی میگم ایک ایم آوتو به خاطر که من اونجا هستم پس این اینه در واقع اگر آکوزاتیو باشه اینس میشه اگر داتیو باشه این دم میشه یا مخففش ایمه اوکی میگم من خیلی نمیخوام همه چیزو با هم قاطی کنم پس اجازه بدین که اینجا همون متنو بررسی کنیم این رو اساسی ویدیو در موردش میذارم فقط خواستم باشه برای کسایی که میدونن یه مروری باشه برای کسایی که نمیدونن یه کمی که به قولن ذهنشون آماده بشه که قضیه چی میخواد باشه اینس اوتو دی کین فورشین هم این دیه بچه ها چیه؟ گفته که کی خودش رو با آدمایی توی یه ماشین می نشونه که گواهینامه ندارن این دیه در واقع من دایره می کشم وصلش می کنم بهش این دیه در واقع به این منشنه ارتباط داره این کما رو می زارن توی گرامر گرامرش رو می رسیم می خونیم. mit Menschen ins Auto, die keinen Vorschein haben. Keinen. Grammere بعدی خیلی هم پرسن که آقا این قضیه چیه؟ یه جا میگن کاین یه جا من نمیدونم گیج میشم. حالا ببینید اگر میخوایم بگیم من یه چیزی رو دارم اگر به اسم مربوط بشه مثلا میگه که ich habe einen Auto. من یک ماشین دارم. حالا چون میخوام بگم اون ندارم و به اسم مربوط میشه میخوام بگم اون اسم اون چیزه رو ندارم و اون اسم هست در واقع میگه ich habe keinen Auto ich پینه لست یعنی حوصله ای ندارم این حوصله اسمه ایهب پینه تایت زمان وقت ندارم زمان ندارم اوکی؟ پس این اینجوری میشه حالا یه موقع میخوایم بگیم که من ندیدم چون به اسم مربوط نمیشه و به فعل مربوط میشه اینا اسمه ولی اگر به فعل بخواد مربوط بشه میشه ich habe nicht gesehen یعنی من چیزی ندیدم حالا یه موقع میخوایم بگیم من هیچ جسمی ندیدم هیچ چیزی ندیدم کالایی ندیدم اونجا اوکی یه موقع مثلا پلیس ازت میپرسه اونجا چیزی دیدی میگه ich habe nichts gesehen یعنی انگار چشام بسته بود ولی یه موقع میخوام بگیم من هیچی ندیدم به هیچ کالایی مربوط به یک در واقع به یه اسم مربوط میشه من هیچ جسمی ندیدم من میگم ich habe nichts gesehen این nichts یعنی هیچی من هیچی ندیدم ولی این نیشته میشه میگه ندیدم این نیشت گزهنه ندیدم در واقع میاد فعل رو به قولن منفی میکنه بچه ها تو ویدیو قبلی هم گفتم اگر کاغذ و خودکار جلوتون نوستون نمینویسین این چیزهایی رو که داریم میگیم و یه موقع نمیخواین بعدا روش مرور کنین دارین به خودتون ضرر می میزنین اگه میخواین یاد بگیرین باید کاغذ و خودکار خودکار الان جلوتون باشه بای نیمت یه دفار شوله تو نیست این فارشتونده ام فارزی بای یعنی نزد من نزد من پیش من ببخشید من فارسی رو هی با وجود این که هی بد می نویسم ببخشید الان از الان دیگه قول میدم یکم با دقت تر بنویسم که بدونی چی نزد من پیش من نیمت یه دفعه عین اینه فارشونده ام فار زیملاتو. زیملاتو. نیمت یعنی برمی داره میگیرد این نیمت خیلی فعل داره مثل گت میونه تو انگلیسی خیلی معنی ها داره نیمت یه در فار یعنی هر فارشولر یعنی آموزنده آموزنده کسی داره آموزش میبینه آموز م. حالا کسی که داره آموزش میبینه یعنی شما مثلا یه در حالا چرا این ار اومده گفتیم همه چیز یه ده هست ولی اینجا یه در شده به خاطر که نیمت یه فعل نومیناتیف هست اینجا البته نیمت خیلی جا تون باشه ولی اینجا نومیناتیف هست پس شد یه در فارشولر فارشولر در فارشولر هست به خاطر همین این اره میاد میچسبه به یه که بدونن اینجا حالت اسم مذکر هست یا در هست سونشت اول از هر چیز این فکر کنم بهترین معنی باشه اول از هر چیز جملتون خیلی جاها میتونیم با سونشت شروع کنید خیلی مثلا نام نویسی های به اینس آینس اینجور چیزها رو سن میگن که با سونه با سونه شروع کنیم خاطر که یک شروع جالب و زیبا هست از جمله و نام نویسی اول از هر چیز یک فار دی شتونده هست درسته فار یعنی رانندگی نمیشه ساعت یعنی قبل از هر چیز یک ساعت رانندگی این آینه شده خاطر که دی شتونده هست گفتیم که اگر دو تا کلمه به هم دیگه بچسبن و یک اسم رو بسازن آرتیکل کلمه آخر دو تا سه تا چهار تا بعضی وقتا تو زبان آلمانی داریم آرتیکل کلمه آخر میشه آرتیکل کل کلمه عین فار ام فار زیمولاتوا زیمولاتوا زیمولیشن یا زیمولاتسیون میشه شبیه سازی خیلی کلمه رو میشنوید مثلا تو فیلم های علمی تخیلی اگر باز ببینید این کلمه رو خیلی میشنوید یعنی اون ش... ش... حالت رو ایجاد بکنه یه سری مثل توی شهر بازی که میرین توی آموزگاه ها هست که اونجا میشینین و به قولن رانندگی میکنین اون حالت شبیه سازی میکنه امتحان رو یا رانندگی رو. رانندگی شبیه سازی رانندگی این چرا ام اومده؟ این در واقع اندمه که حالت گفتیم دا تیپ داره چون تو ماشین میشینه و این کار رو میکنه اونجا میشینه نمیره به سمتش اگر میخواست بره به سمتش مثلا مگر من, من تو آموزشگاهم هم به میگه که گینزی اون زد اینس فارزی مولاتوا. یعنی برین و حرکت کنین برین اونجا خودتون رو بشونید بعد بهش میگه کجایی؟ میگه که ایش بین ام یا ایم فارزیمولاتوا. یعنی من نشستم پای فرمونه اون فارزی دیگه چون اونجا هستین داتیو میشه من اینجا ها دیگه یکم سریعتر میگم چون خودم هم کار دارم با به کارم برسم و ویدیو هم نمیخوایم زیاد طولانی بشه بعد گفته که دست زرگ سومیندس مذارت میخوام سومیندست فیو این بیس شنزیش های تو یعنی میگه که این در واقع به این اشار داره که کسی که در واقع تمرین میکنه این دسته زرت یعنی زورگن میشه نگرانی زورگت یعنی یه جورایی انگار یه جورایی فراهم میکنه مسئله رو جور میکنه براشون که سومیندنس سومیندنست یعنی حد اقل فو برای این بیسشن این بیسشن من خودم بعض وقتا اینجا رو یادم میره که این بیسشن سرهم هم یا این بیسشن نیستن. یک کمی جدا مینویسنش این بیس شن زیشه هیت امنیت زیشر به صورت صفت میتونه بیاد میشه امن دو بیس زیشر یعنی تو امنی دس آوتوش زیشر این ماشینه امنه ولی زیشر میشه امنیت یه شغل هم هست دیگه اونایی که سیکیوریتی هستن به قولن یا برای امنیت فروشگاه ها هستن اینا بهشون میگن زیشه هایت زیشه هایت دینست یعنی خدمات امنیتی دیرکت مستقیما سو انفنگ برای شروع در واقع این سو اینجا معنی برای میده Als Fahrlehrer عنوانه. اینجا به اینجا السه به عنوان معنی میده این الس خیلی معنی های متفاوت داره خیلی هم پرکار برده مخصوصا برای به آینس بیتس یه ویدیو میذاریم در موردش این الس در چه جاهایی میتونید استفاده کنید به عنوان مربی رانندگی اگر زن باشه فار لغغین ویسیخ ای میدونم این رو میدانم من The grosse find است دی nervosität. فایند میشه دشمن در گروست بزرگترین بزرگترین دشمن هست دی نوزیتد یعنی عصبی شدن عصبی شدن عصبانیت نیست بچه عصبانیت یعنی خشمگین بشینین. ولی عصبی شدن مثل اینکه مثلا دست عرق کنه عرق بریزی نمیدونم قلب تون تون بزن و اینا بهش میگن نروزیته این میکنم همه میدونن دیگه وقند در حال این یه گرامر سه آینسیه ویغند در پوفونگ چون ویغند میگن همیشه بعدش یا گنتیو میاد اگر گفتاری باشه داتیو میاد

همچنین آخ زنست و حتی یه معنی و حتی میده گوت شولر گوته اینجا چون شولر اینجا اینجا جمعه یعنی یعنی دانش آموزان خوب حالا دانش آموزان میگه حتی دانش آموزان خوب هم عصبی میشن این گوته اهه در واقع به این مربوط میشه که این شولر جمعه و این حالت نومیناتیو هست میشه گوته شولر شویتسیگه هنده شویتسن میشه عرق کردن شویتسیگه هنده یعنی دستان عرق کرده دی هند دی هنده جمعش میشه دی هنده اوند دستان عرق کرده و اوند هرتز کلپفن هرتز میشه قلب کلپفن میشه کوبیدن وقتی که اسم باشه با های بزرگ میبینه نوشته شده وقتی که اسم باشه یعنی تپش قلب تپش تپش قلب اینیگه نقطه تمام شد جمله اینیگه بعضی بعضی ها کنن می توانند زیش او هاوب نیشت اینا ها ببینید بچه ها فعل رو منفی کرده نمی توانند کنن نیشت نمی توانند زیش او با ابدا مر کنسنتریرن مر بچه ها کنسنتریرن یعنی مسئله رو یکی از دوستام خیلی مشکل دارم همش از این کلمه زیاد استفاده میکنه منم هی بدم میاد زیش وقتی که زیششو نمیگین یه جورایی اصلا جمله مسخره میشه زیش کنسنتریرن تو فارسی هم حتی این رولای رفلکسیو هست یعنی خودش نمیتونن بر خودشون اه Concentreirin, تمرکز کردن. نمیتونن تمرکز کنن. این یه چیزی که همیشه رفلکسیف به کار برده میشه. Sich konzentrieren. Ich kann mich nicht konzentrieren. Du kannst dich nicht konzentrieren. Konzentriere dich bitte. یعنی تمرکز کن. Konzentriere bitte. یه جورایی مسخره هست. آلمانی به بهتون نمیخنده. چیزی بعدی هم بهتون نمیگه. عصاوی نمیشه. ولی مسخره هست. سعی کنین همیشه این رو صحی ایحت شون فارشولا جمله تمام شد ایحت داشتم شون این پارتیکله ولش کنید فار یعنی دانشجویی داشتم دانش آموز داشتم دی و یعنی اینجا دوباره جمعه دی دوباره به این برمیگرده خال بگه اونها وقند در فارشتوندن یعنی حین اون ساعت رانندگی تمرین های رانندگی زیر گود واقعا خیلی خوب بودن و دن سپس این در پروفونگ این در پروفونگ در امتحان اینو همین الان حفظ کنید هیچ وقت هم جور دیگه امتحان به وجود نداره ایندر در پروفونگ ام در, در اینا نداریم این در پروفونگ در امتحان اوف اینمال میشه یک باره یهویی auf einmal auf einmal bin ich auf boden gefallen یه باره افتادم زمین یهوی خوردم زمین über eine rote ampel oder falsch herum بچا موقعی که از چرا قرمز رد میشین میگن über ampel gehen یادتون باشه پس میشه über ampel gehen این الان این شکل کشیدم که دو ذهنتون همیشه بمونه اوبه عین قوت امپل اد فلش قوم این 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 بنشتراصه زیند این چه خیابان یک طرفه گفغن زیند رفتند ی رانندگی کردن وا رانندگی رفتن که باعث میشه تو امتحان مردود بشی یه نفر سوال پرسیده بود که اگر امتحان مردود بشیم چه کار باید بکنیم با حداقل باید دو هفته صبر کنیم بعد میتونین امتحان بدیم من همینجا امتحان جوابشو بدم بچه یه محبت کنید این ویدیو رو به دوستانتون معرفی کنید اگر میخواین از من تشکر کنید بزرگترین تشکرتون اینه اگر میخواین وبسایت رو ملاحظه کنید www یادگیری وبسایت رو ببینید و اونجا میتونید خیلی ویدیوهای دیگه پیدا کنید اسم تلگرام ببخشید واتساپمون چی بهش میگن اینستاگراممون هم یادگیری نقطه د هست که اونجا خیلی خیلی کلمات و مفید گذاشتم که میتونید اونجا هم زبان یاد بگیرید وقتتون رو تا میتونید برای زبان و یادگیری هر چیزی یادگیری استفاده کنید خیلی دوستتون دارم امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه ویدیو رو به دوستانتون معرفی کنید و لایک یادتون نره اگر دوست داشتین ویدیو رو همین الان لطفا یک لایک توپل برای من بذارید دوستار همتون هستم تا ویدیو بعد خداحافظ